با سلام و عرض ادب به تک تک عزیزانی که از هر طریقی در این لحظه به ما پیوستن، باشه که همگی ما با انتظاری مقدس، با ذهنایی که متمرکزه به این مکان مقدس اومده باشیم، روی نیمکت ها نشسته باشیم و از طریق رسانه ها داریم با اشتیاق گوش میدیم. من خودم راستش که هر ماه شادی خیلی بزرگی در قلبم به خاطر گرامی داشته این آیین مقدس عشای ربانی، که میتونم با جرأت بگم تمامی دار و ندار مسیحیت در این عشای ربانیه. برای همین کلیسای اولیه این فیض رو داشت، این برکت رو داشت، نه فقط ماهی یک بار، بلکه با یک اشتیاقی، با قلبی که آکنده از احترام و وجودی که آماده است، پر از تقدسه، هر هفته ایمانداران گرد هم جمع می شدن و از این نان و شراب می نوشیدن که خون و بدن خداونده، چون شدیداً ایمان داشتن که از طریق این دوتا عنصر، نان و شراب، حضور خدا خیلی مشهوده و جایی که حضور خدا باشه اونجا شفاست، آرامیه و معجزات صورت میگیره. و باشه که در نام عیسی مسیح امروز قلب‌های همگی ما، ذهن‌های ما در حضور خداوند ما عیسی مسیح برافراشته باشه. آمین. باشه که امروز معجزات به وقوع بپیونده، که بزرگترین معجزات اینه که یکی از جنبه‌های عجیب و حیرت انگیز کار خداوند ما عیسی مسیح روی صلیب اینجا باز شه، برای ما تنویر ذهن بشه. آمین. که این خودش به شناخت خداوند ما عیسی مسیح ما رو بیشتر میرسونه. پس آماده هستین عزیزان؟ با یک مطلبی شروع میکنم که ایرانی ها خیلی خوشحال خواهند شد، برای اینکه تمامیت ذهنای شما رو داشته باشم. نمیدونم، یعنی نباید بگم نمیدونم، بلکه باید بگم میدونم که خیلی از شما جهان پهلوان تختی رو میشناسین، نیست؟ میشناسین، با اینکه سالها از مرگ این بزرگ مرد میگذره، او همچنان چهره محبوب در جامعه ایرانی شناخته شده. این اعتباری که او داره در ایران و جامعه ایرانی فقط به خاطر خصوصیت مردمی و فردی او نبود و نیست. این وجه و اعتباری که او به دست آورده بیشتر مال شهادت‌هایی که افراد او را نزدیک می‌شناختن و شهادت دادن. یکی از این عزیزان که رقیب او بود، یه حریف او بود، به نام الکساندر مدوید، یادتونه؟ یکی از افرادی بود که روس بود و ایشون اینطور شهادت میده، میگه که یک روزی که در خودش اصلا قهرمان جهان المپیک بوده و یه زمانی که با تختی کشتی داشته و باید روی دوشک این مسابقه رو میداده، اون روز از ناحیه دست الکساندر آسیب دیده بوده و تختی اینو میدونسته و ایشون شهادت میده، میگه در تمامی طول زمان کشتی تختی سعی میکرد به جایی که آسیب دیده هیچ فشاری وارد نیاد. در آخر مسابقه که کشتی تموم میشه، ایشون میگه من قهرمان شدم، اما تای قلبم میدونستم که قهرمان حقیقی کیست. غلامرضا تختی میتونست با یک فشار، با یک، چون ضعف او رو میدونست، قهرمان بشه، ولی اجازه داد، عزیزان، اجازه داد خودش شکست بخوره ولی یه نفر دیگه قهرمان بشه. همین خصوصیت او بود که عنوان قهرمان رو، جهان پهلوان تختی رو برای او به ارمغان آورد. اما عزیزان چقدر بیشتر ما میدونیم که قهرمان حقیقی کیست؟ میدونیم، نیست؟ عیسی مسیح جهان پهلوان زندگی های ماست، او که تمام خفایای مخفی ما رو میدونست. عزیزان او که ضعف های
بسیار ما رو میدونست، اما به خاطر جانفشانی خودش روی صلیب، به خاطر اون از خودگذشتگی، چشم‌پوشی، کاری که روی صلیب کرد، همه اون ضعف ها رو پوشاند عزیزان. و خیلی موقع ها با شرمندگی باید بگم که اجازه میده به ظاهر ما قهرمان دیده بشیم. نویسنده نامه به عبرانیان یکی از بزرگترین لقب‌های عیسی مسیح رو اعلام می‌کنه، میگه قهرمان نجات، قهرمان ایمان، که من عاشق این اسمم. عزیزان قهرمان کیه؟ این واژه قهرمان به واقع قهرمان به معنی سرچشمه است، به معنی بانی، مؤسس، یعنی شخصی که کاری رو شروع کرده و افراد دیگه از او الگو برمیدارن، نمونه برمیدارن. قهرمان کسیه که شهری رو بنیاد میکنه و دیگران میان اونجا سکونت میکنن. قهرمان کسیه که با پرداختن بهای سنگین راهی رو هموار میکنه که پر از سنگلاخه تا دیگران از او عبور کنن، از اون راه. قهرمان کسیه که از میان امواج خروشان و پرتلاطم دریا خودشو با یک تناب به ساحل امن میرسونه تا بقیه رد پای این تناب رو بگیرن و خودشونو به ساحل برسونن. عیسی مسیح خداوند قهرمان ماست، سرچشمه حیات ماست عزیزان. نه فقط قهرمان زندگی ماست، نه فقط سرچشمه و رئیس حیات تمامی جهانه، که ما میتونیم در نتایج کار عجیب او، غیر قابل توضیح او، یه جوری در روح سهیم بشیم. اگه در حینی که مثل یک پیشرو جلو میرفت و راه باز میکرد که ما از اون عبور کنیم، دور مسابقه رو به پایان برسونیم، به ساحل امن برسیم، بلکه عزیزان بزرگترین ترسای یک انسان رو که مرگ بود تباه کرد، ریشه‌کن کرد. تمام ترسایی که انسان داره، ترسایی که انتصابیه، ترسایی که اکتسابیه، تمام اینا رو وقتی بررسی میکنیم ریشش از ترس از مرگه. کلام خدا میگه مرگ رو تباه کرد، به زیر انداخت، تا بشریت ترسان و لرزان بدون ترس از اون جاپای او که دارن عبور میکنن، اون ترس نتونه بر اونو غلبه کنه، بلکه خودشونو با هر وضعیتی که شده به پایان مسابقه برسونن. عبرانیان آیه پر عظمتی داره، 2:14-15 اینطور میگه: از آنجایی که فرزندان از جسم و خون برخوردارن، او نیز در اینها سهیم شد تا با مرگ خود صاحب قدرت مرگ، یعنی ابلیس را به زیر بکشد. ترجمه قدیم عالی تر، تباه کنه، نیست کنه. و آنان که همه عمر در بندگی ترس از مرگ به سر می بردن، آزاد کنه. عزیزان هیجان زده نیستین؟ همین یه آیه رو وقتی تعمق می کنیم، عزیزان انگار فراتر از تمامی این نیروهای تاریکی، قدرت‌های غارتگر، شورشگر ترس و شرارت قرار می‌گیریم. تک تک ما انسان‌ها عزیزان ذاتاً اساساً از چیزهایی که دیدنیه خیلی بیشتر می‌ترسیم تا چیزهای نادیدنی. نیست، مرگ دیدنیه، خیلی موقع دیدیم و چقدر راحت ازش می‌ترسیم، ولی نمیدونیم پشت این مرگ یک نیروی نادیدنیه، یک قدرت مخفیه که اسمش چیه؟ ابلیس. و عیسی مسیح اومد روی صلیب قدرت او رو تباه کرد. میخوام بگم عزیزان چیزهایی که دیده نمیشه، مخفیه، با چشمای بشری ما دیده نمیشه، در خودش، در ذاتش یه جوری یه نیروی بالقوه‌ای داره برای تخریب، برای نابودی. این ظرفیت رو داره، چیزهایی که نادیده است، که بتونه تخریب و نابود کنه. یک ویروس رو تصور کن، این روزا خیلی باش سر کار داریم نیست؟ یک سلول سرطانی نادیده چقدر میتونه آدم رو، یک انسان سرحال آروم و خاموش،
بدن سالمش رو از بین ببره و خسارت‌های جبران ناپذیر رو به جا بذاره. بازم مثال میزنم، مثلا در جنگ جهانی اول 1917 17 میلیون انسان کشته شدن در اثر دشمن دیدنی مثل سلاح‌های اتمی و شیمیایی، بمب‌ها، نمی‌دونم تانک‌ها، اسلحه‌ها. ولی یک سال بعد 1918 در اثر یک دشمن نادیدنی، آنفولانزای اسپانیایی که مرگبارترین ویروس رو در خودش حمل می‌کرد، 25 میلیون انسان تباه شدن، هلاک شدن. 8 میلیون نفر بیشتر از دشمن دیدنی. آمین عزیزان. یک سلول سرطانی رو تصور کن. یک انسان در شکوه و جلال و جبروت و قدرت، یک امپراتوری، دیگه آخرش رو فکر کن. یک سلول نامرئی نادیده سرطانی چطور میتونه او رو پادر بیاره؟ خوشبختانه عزیزان، خوشبختانه در بدن جسمانی ما سیستمی داره کار میکنه 24 ساعت، یک سیستم ایمنی که دائما داره با یک عفونت ها، ویروس ها، تمام این میکروب ها مشتاقانه و شدیداً به خاطر کار خداوند ما در حال کاره، نیست؟ که با این سلول ها مقابله کنه. و چقدر خوشبختانه تر عزیزان در بدن روحانی ما یک سیستم ایمنی قوی تر که 24 ساعت در حال کاره به ضد تمام این ویروس ها و عفونت های روحانی که میتونه بدن خداوند رو تخریب کنه. این سیستم روحانی، سیستم ایمنی روحانی اسمش چیه؟ خون عیسی مسیح خداوند. عزیزان، خون این قهرمان نجات، خون این سرچشمه حیات، مثل یک سلاح اتمی. عزیزان، مثل یک سلاح اتمی تمامی قدرت‌های نادیده رو میتونه درون بدن مبارک عیسی مسیح خلع سلاح کنه. شلوس آف. آمین. یا آمین داره یا نه؟ از دانشمندان علم پزشکی وقتی میخوان یه واکسنی تولید کنن، پادزهری به ضد یک بیماری تولید کنن، چقدر تلاش میکنن. این ویروس رو این میبرن تو آزمایشگاه، ویروس ضعیف شده رو، ویروس غیر فعال رو، شاید ماها سالها زیر میکروسکوپ نگاه میکنن، چقدر تلاش میکنن که این پادزر، این ویروس یکم هماهنگ باشه با اون بدن مبتلا. بعد میان اونو تزریق میکنن به اون بدنی که مبتلاست. اون بدن وقتی این واکسن، این پادزهر رو دریافت میکنه، این پادزهر پیام میده به غدد لنفافی، غدد لنفافی پیام میده به مغز استخوان و مغز استخوان یه خونی رو تولید میکنه که میتونه به تمام اندام هایی که مبتلاست بتونه ایست بگه، ازش دفاع کنه. و خیلی آسون نیست. از این گاهن خیلی زمانها طول میکشه. زمانهای خیلی مدی زیر میکروسکوپ باید جون بکنن این افراد. من فکر میکنم احتمالاً، چون این احساس این موقع به من دست میده، که اونا آرزو میکنن انقدر سخت و دردناکه که کاش که خودشون یک پادزهری میشدن که بتونن این جهانی که داره در حال تباه شدن از این ویروس، از این سلول، از این باکتری نجات بدن. باور میکنی؟ کسی که حس انسان دوستی در او باشه میتونه یه همچی کاری بکنه؟ یک روز هم عزیزان، قهرمان نجات ما، این سرچشمه حیات ما، از آسمون بر زمین نگاه کرد. او که آلفا اومگا بود، او که دانشمند دانشمندا بود، او که قهرمان قهرمانان بود، او که اول و آخر بود، وقتی نگاه کردید داره تمامی این ویروس های گناه، این باکتری های ترس و مرگ، داره خلقت نیکوی خودشو تباه میکنه. او جسم گردید، بدنی از مریم و خونی از دی ای این ارزشمند پدر آسمانی، و گفت من، این خون من باید یک پادزهری باشه به ضد تمامی این دردهایی که
صنعت دست من اینجور داره رنجور رو ناتوان میکنه و به زیر میکشه. از اون من سعی میکنم با زبان داستان پردازی و تمثیلی این حقایق روحانی رو از اون به سمعتون برسونم. امیدوارم متوجه باشین. اولین آزمایشگاهی که عیسی مسیح خداوند واردش میشه کجا بود؟ لوقا باب 4. 40 روز وسوسه از 3 ناحیه عزیزان که انسان بدون مسیح دائما مغلوب میشه و شکست میخوره: شهوت جسم، خواهش چشم و غرور مال و منال و زندگی. بعد از 40 روز عیسی مسیح خداوند بر تمامی این وسوسه ها پیروز شد. پیام این پیروزی به غدد لنفاوی او رسید، به مغز استخوان او رسید و مغز استخوان او خونی رو تولید کرد که بر هر وسوسه ای قدرت داره، بر هر وسوسه ای میتونه غلبه کنه. امروز خون عیسی مسیح خداوند پادزهر هر نوع وسوسه ایه که انسان رو در بر میگیره و پایین میکشه. عزیزان، آزمایشگاه دوم جایی بود که عیسی مسیح باید بر بیماری غلبه میکرد. وقتی در این آزمایشگاه در کوچه های اورشلیم قدم میزد، کور رو شفا داد، بینا کرد، لنگان رو خرامان ساخت، جزامی ها رو طاهر ساخت. عزیزان، تمامی اون بیماری ها رو در خون ارزشمند خودش ذخیره کرد تا امروز خون و بدن مبارک او امروز بتونه شفا برای هر بیماری. عزیزان، اگه با ایمان به این سفره مقدس نزدیک بشین، امروز شفا و آزادی از دردهای جسمانی میتونه آماده کنه، میتونه مهیا کنه برای بدن مبارکش. آمین. چون بهاش پرداخته شده. آزمایشگاه سخت‌تر بعدی پیروزی بر مرگ بود. او در مواجه شدن با دختر یایروس پیروز شد با مرگ او. وقتی داشت حرکت میکرد، پسر بیوه زن یائینی رو در تابوت دید مرده، و همینطور بر مرده 4 روزه پوسیده و تمامی این مرده ها عزیزان رستاخیز داد و قدرت خونش غلبه کرد. و امروز این خون به یاد میاره، عزیزان، امروز این خون به یاد میاره و مرده هایی که حتی مرده های روحانی که شاید ماها در تابوت های بی تفاوتی ایماندارن ولی در تابوت های بی تفاوتی دراز کشیدن، امروز این خون قادر زنده کنه و قیام و رستاخیز رو اعلام کنه. آمین. و همینطور مرده های جسمانی، ما افرادی رو داریم عزیزان که سالها سخت خداوند خوابیدن، منظورم کسایی که ایمان دارن به عیسی مسیح و ایمان داشتن، و خون به یاد میاره. عزیزان، در کلام خدا در اول تسالونیکیان باب 4:16 میگه روزی که کرنه‌ها نواخته بشه، روزی که شیپورها نواخته بشه، اول از همه مردگان بر میخیزن، بعد ما که در خداوند زنده هستیم در ابرها رو بوده میشیم و او رو ملاقات خواهیم کرد. عزیزان، قدرت خون عیسی مسیح، قدرت این قهرمان نجات، تمامی ما شاید بمیریم در ذلت، در بیماری، در ضعف کاشته میشیم، اما در جلال، در قوت به خاطر مرگ و قیام عیسی مسیح خداوند بر میخیزیم. از آیا هیجان زده نیستی؟ برای این خون غلبه کننده، برای این خونی که همه چیزو در خودش حمل کرد. اگر روزها بتونم راجع به این قدرت این خون صحبت کنم، بازم میدونم که کم میارم. هیچ کس در کلام خدا نتونست مثل سرور انبیا اشعیا حق مطلب رو بیان کنه و این مقوله عجیبی که دارم تعریف میکنم براتون باز کنه. در اشعیا 53:4 میگه: حال آنکه رنجهای ما بود که بر خود گرفت و دردهای ما بود که او حمل کرد. این دردها در روح انباشته میشه عزیزان.
اما ما او را از جانب خدا مضروب و از دست او مصدوم و مبتلا پنداشتیم. حال آنکه به سبب نافرمانی های ما بدنش سوراخ شد و به جهت تقصیرهای ما، اون تقصیرها، اون حسای منفی در روان ما انباشته میشه، له شد. تعدیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد و به زخمهای او داره اشاره به جسمهای ما میکنه. هر سه ابعاد وجود انسان شفا یافتیم عزیزان، شفا یافتیم. داره به هر سه بعد ابعاد انسان اشاره میکنه و یکی از ابعاد هست که خیلی نادیدنیه، خیلی پیچیده است، خیلی نادیدنیه. اون عزیزان روان انسانه که تمام اون احساسهای بی‌لیاقتی، اون احساسهای بی‌کفایتی، اون احساسهای خودکمبینی، اون احساسهای همه کار خواستن اما هیچ کار نتوانستن در اونجا انباشته میشه عزیزان. تمام اون احساسهای ناخوشایند، دردناک، واقعیه، فقط دیده نمیشه، فقط عیسی مسیح به خودش حمل کرد. امروز تو تلاش نکن عزیز جان چیزی رو به دست بیاری، شفا به دست بیاری، در روان سلامتی به دست بیاری، چون که او 2000 سال پیش تمامی اینا رو در خودش جذب کرد. باور میکنی عزیزان؟ اسم این آموزه از نظر الهیاتی جابجایی الهیه، مبادله الهیه. چرا این کار رو انجام داد عزیزان؟ چون تو پاره تن او بودی، چون او میخواست این کار رو بکنه. متوجه این عشق هستی عزیزان؟ مادرها خیلی بیشتر متوجه هستن. وقتی یکی پاره تنشه، آدم میخواد به جای او دردهای او رو برداره. مادران عزیز، آیا واقعا براتون لذت بخش نیست؟ بارها این آرزو رو کردم، در عالم رویا لذت ها بردم که بتونم درد های عزیزانم رو به جونم بگیرم. ولی چقدر رنجاوره برای یه مادر که بخواد درد بچهش رو برداره ولی نمیتونه. نیست؟ عزیزان میتونی بفهمی منو؟ در زمانی که 17 سالم بود، در نصف شب متوجه شدم نوزاد 3 ماهه من دچار تب شدیدی شده، در آغوشش گرفتم و این تب شدید یه دفعه دیدم تبدیل به تشنج شده، داره میلرزه. با دستای لاغر کوچیکش در حالی که میلرزید، هیچ وقت اون صحنه رو یادم نمیره، یقه منو گرفته بود و در حال لرز بود و من سریع او رو به بیمارستان رسوندم. پزشکان وقتی اون صحنه رو دیدن، بعد از مشورتی که کردن، گفتم به احتمال زیاد او مبتلا به بیماری مننژیته و باید سریع آزمایشات متفاوتی از او گرفته بشه. و پرستارا خیلی سعی کردن با تلاش، چون واقعا چسبیده بود به من، با تلاشون رو از دست من گرفتن، از آغوش من بیرون رو بردن. و متاسفانه، خیلی متاسفانه، تمام اون آزمایشات جلوی چشمای من انجام شد. او رو به طرز خیلی بدی نگه داشته بودن و یه آمپولی نخای او فرو کرده بودن و من در حالی که بال بال می زدم داشتم این صحنه رو نگاه می کردم و چهره این عزیزترین جانم رو در اون لحظه می دیدم که آب دماغ و دهنش در حال سرازیر شدنه و دست کوچولوش علای تخت، میلای تخت بیرون کرده و از من داره ملتزمانه میخواد که من نجاتش بدم از زیر دستای اون پرستارها. اصلا در اون لحظه تمامیت وجود من فقط یک آرزو بود که کاشکی که دردهای او به جون من میامد، کاش چند برابر ویروسهای او تو جون من حمل میشد. ولی بچه من در این لحظه درد نمیکشید عزیزان. اون احساس نالایقی، اون احساس بیکفایتی، اون احساس ناتوانی
انقدر شدید بود که دو روز من نتونستم غذا بخورم و زیر سرم افتادم تو بیمارستان. بعد از چند سال که به عیسی مسیح خداوند ایمان آوردم، در کلاس حق جویان داشتم تعلیمات عالی خواهر ویولت عزیزم که آمین بشنوه، تشکر قلبی منو بپذیره، داشت تعلیم میداد از فرزند خواندگی، عادل شمردگی، تقدیس شمردگی، الوهیت عیسی مسیح، همه اینا رو یه جوری در نور میفهمیدم، میتونستم بفهمم، ولی یه جایی گیر کرده بودم، یه جایی برام غیر منطقی بود. او دردهای ما رو بر خود حمل کرد، غمهای ما بر او اومد، رنجهای ما رو او مبتلا شد تا ما شفا بیابیم. گیر کرده بودم، انگار تو تاریکی بودم. منم ذاتم فردی هستم در رابطه، در تعلیم، یه جایی که گیر باز نشه نمیتونم اصلا جلو برم. همجور مونده بودم و فقط دعا میکردم، ای خدا من یعنی چی؟ آخون دردهای ما رو بر خود گرفت، یعنی چی؟ من نمیفهمم از نظر انسان. تو یه لحظه ایمان دارم که روح القدس به خاطر این اشتیاقی که برای فهمیدن و شناخت داشتم به مدد من اومد و تمام اون صحنه های بیمارستان رو جلو چشم من آورد و حسی از صدای او در وجود من بود. ببین یادت اون روز میخواستی ولی نتونستی. من از ازل میخواستم برای بشریتی که شکوه آفرینش من بود، شاهکار دستای بی همتای من بود، من میخواستم، من آرزو داشتم به جای او مبتلا بشم، درد او به جون من بیاد. من آرزو داشتم، من میدیدم تمام این عفونت ها و ویروس ها که بشریت رو داره ناتوان و رنجور میکنه، تو خواستی و نتونستی، فقط من میخواستم و تونستم و این کار رو کردم. عزیزان انقدر وقتی این آموزه الهی برای من باز شد، انقدر شیرینیش تمامیت وجود منو در بر گرفت که هنوز که هنوز اگر در آگاهی باشم، اگر خداوند فیض ببخشه در آگاهی باشم، مخصوصا در تجربه های گوناگونی که هستم، فقط یاد این صحنه میفتم، یاد این محبت عجیب و شگفت انگیز عیسی مسیح خداوند میفتم، چطور با خوشنودی و شادی مثل یه مادر لذت داشته براش که دردهای ما رو به جونش بخره که الان ما اینجا وایسادیم و اصلا نمیفهمیم شاید چی کار کرده. در اون لحظه واقعا فقط یک جمله توی ذهنم میاد، ببین نسرین، هرچه که از جهنم کمتر به تو برسه یک خوشبختی حقیقیه، به واسطه او که تو رو محبت کرده. امروز عزیز جان تو مثل یه فقیر به این میز مبارک عشا نزدیک نشو که از والا مقامت، از موافقت یه چیزی دریافت کنی. امروز به این سفره شفا و برکت مثل یه شاهزاده اشرافی با ردای عدالت نزدیک بشو، چون گناه شد تا تو عدالت خدا بشی، اون مریض شد تا امروز تو شفا رو در تمامی حوزه ها دریافت کنی. امروز مثل یه فرزند محبوب نزد خدا بیا عزیز جان، نزدیک این تخت فیض بیا که او با اخم و تخت نها، با غرغر ای جون در نیاد الهی که هر دقیقه مریض میشه گناهاتو میندازی سر ما. نه عزیزان، در اشعیا 53 آیه 10 که آخرین لحظه یادم اومد که پدر، عزیزان چه احساس عالیه که میگه او رو پسند آمد که او رو مبتلا سازد به انواع دردها، او رو قربانی گناه ساخت با خوشنودی تا آنگاه ثمره مشقت جان خودشو ببینه، ثمره مشقت جان خودشو که شفای بشر رنجور و فلاکت باره ببینه و جان او سیر بشه. اصلا در این آیه من احساس این مادر رو در قلب یک پدر میبینم. و در نهایت او وارد سخت‌ترین و وحشتناک‌ترین آزمایشگاه‌های زندگی شد، باغ جتسیمانی. عزیزان جایی که عرق مثل خون از پیشانی او جاری می‌شد، جام رنج بشر، جام حسادت‌ها. عزیزان
جام دروغ‌ها، جام مغلط بازی‌های نابخردانه انسانی ما، جام اون گناهان جنسی، جام شهوت‌ها، جام شهوت‌ها، جام نبخشیدن‌ها، جام اعتیادها. اینقدر مکان این آزمایشگاه سخت بود، اینقدر رنجاور بود که گفت پدر اگه بشه این جام از من بگذره، و در نهایت خودشو سپرد و گفت اراده تو بشه. و این خون هوشمند و این خون ارزشمند عیسی مسیح خداوند تمامی گناهان بشریت رو در خودش ذخیره کرد و پادزهری تهیه کرد که امروز برای تمامی گناهان بشریت، حال، گذشته و آینده، مثل یک پادزهر قوی در برابر هر عفونت گناه میتونه کار کنه و غلبه بیابه. او حتی پس از مرگش عزیزان، پس از صلیب، پسترین جا که جهنم نزول کرد، تمامی پسمونده های ویروس های کنترلگر، اون روح های کنترلگر که روی کلیسا گاهی حکومت میکنه و هر شکل و قیافه ای، تمام اونا رو خلع اصلاح کرد عزیزان. تمام اون نیروهای شرارت بار قارتگری که علیه کلیسا میخواد قد علم کنه و هر چند وقت یه بار به صورت فرشته نور یا هر جوری کلیسا رو میخواد ضعیف کنه، تمامی اونا رو، تمام مشورتاشون رو، تمام دستخطای اونا رو روی صلیب میخکوب کرد، باطل کرد، رسوا کرد عزیزان. آیا آمین نداره؟ برای همین عزیزان او شایسته است، عزیزان او شایسته است که قهرمان نجات ما باشه، او شایسته است که سرچشمه حیات ما باشه، او شایسته است نه باز من علوم سن علوم و آخ با جان و دل، با افتخار، با تمامی وجوده، تمامی وقتای تو، تمامی مال و اموال تو، تمامی هر آنچه که داری او رو پیروی کنی. آمین. او شایسته است یه همچی پیروانی داشته باشه، یه همچی عاشقانی داشته باشه که عزیزان نه فقط دردهای ما رو به جون خرید، بلکه به ما مرتبه داد، مقام داد، نه فقط ما رو فرزندان ساخت، محبوبان ساخت، بلکه ما رو پادشاهان ساخت، کهانت مقدس ساخت. عزیزان عمق این چیزا رو میفهمین؟ مطمئنم که میفهمین. روح القدس با هممون امروز فیض میبخشه، چون فرزندانیم، چون پاره تن او هستیم، چون عزیز کرده هستیم. کسی که جانش رو برای ما داد و درد و بلای ما به جون اون اومد، آیا امروز نمیتونه برای همه ما باز کنه؟ در مکاشفه باب 5 آیه 9 و 10 پس سرودی تازه برای خداوندمون بسراییم. 24 پیر داستان خیلی زیبایی داره، تشویقتون میکنم باب 5 رو بریم بخونین. چطور او رو میسراییدن، چطور تاجاشون رو به حضور او مینداختن و این گفتن تو سزاواری، تو سزاوار توماری، سزاوار گشودن مهرهایی، چرا که ذبح شدی و با خون خود مردم رو از هر طایفه و زبان و قوم و ملت برای خود خریدی و از آنان حکومتی ساختی، کاهنانی که خدمتگزار خدای ما باشن، نه دنبال زندگی های خودشون برن. عزیزان فقط ما اینجا خوانده نشدیم نجات پیدا کنیم چوز، برای این خوانده شدیم که سلطنت کنیم روی این زمین، کاهنان باشیم، شفیعان باشیم برای این دنیایی که داره هلاک میشه، خدمتگزار خدای ما باشیم. در این خدمتگزاری عزیزان، در این کهانته، در این فروتنیه که ما میتونیم در مقام یه پادشاه سلطنت کنیم. آمین. پس اون شایسته است عزیزان، اون مستحقه نه تنها تمامیت ما رو داشته باشه، بلکه با قلبی از آکنده از عشق، تسلیم، سرسپردگی او رو بسراییم، او رو بستاییم. ولی قبل از اون عزیزان میخوایم دعا کنیم.
میخوایم همه با هم دعا کنیم. امروز خیلی قوی تو قلبم بود عزیزان که هر کسی که اینجا بیسته و به این پیام ایمان داشته باشه، به این کار مبادله الهی، به این کاری که خداوند ما انجام داده، به احساس نیست. فکر میکنیم من الان خیلی احساس دارم؟ نه، در دنیای روحانی این مهر زده شده. چطور احساس داشته باشی چه نداشته باشی، فقط ایماندار با ایمان زیست میکنه، نه با دیدار. خیلی قوی تو قلبمه، هر کسی که بیسته با ایمان اعلام کنه. خداوند میگه من ثمره لبهای تو رو، اعلان تو رو، اعلانی که کردی او به جای مریضی، اگه هر مریضی داری، وابستگی داری، تنهایی در روح، در روان، در جسمت مشکلیه، اینو اعلام کنی عزیزان که به زخمای او من شفا یافتم، به دردهای او دردهای ما مرمت شد، به تقصیرهایی که او بر خودش برداشت روان من شفا پیدا کرد. خداوند امروز مثل یک کوزه‌گر ماهر تمامی این کلماتی که از دهان تو در میاد شکل میده عزیزان، شکل میده، خلق میکنه شفا و سلامتی و تو زندگی تو بر میگردونه. آماده هستی؟ پس با هم میستیم قبل از اینکه سرود پرستشو عاشقانه و تمام وجودمون برای او بسرایم، اعترافات عالی رو که ثمره لب‌های ماست به خداوند اعلام می‌کنیم. آمین. اشکالی نداره نظر دولتی صدامون یه ذره در بیاد؟ نه؟ نه اصلا اشکال نداره، نترسیم. پس اجازه بدین صداتون در بیاد. آمین. ای خداوند عالی، ای خداوند عالی، دعاهای خودتون رو بکنید. اول خدا من دعا میکنم برای عزیزانی که هنوز هدیه نجات رو دریافت نکردن و هنوز این قهرمان نجات رو نچشیدن، در این سرچشمه حیات نیومدن. میخوام به عزیزانی که به عیسی مسیح ایمان ندارن بگم این سرچشمه حیات فقط و فقط در عیسی مسیح خداونده. آن که پسر رو داره این سرچشمه حیات رو داره. و آمین که خداوند روح قدوس تو دلها رو باز کنه، امروز دلها رو باز کنه تا یه بله جاودانی، نه فردا، نه یک ساعت دیگه، همین الان زمان نجاته، همین الان روز شفا و آزادیه. ای خداوند دعا میکنم عزیزانی که عیسی مسیح رو ندارن، چون کلام تو میگه اگه به دل خودت ایمان داشته باشی، به زبان خودت اعتراف کنی، هر آینه نجات خواهی یافت. ای خداوند این هدیه، این نجات جاودانی، حیات جاودانی رو، این حیات ابدی رو به واسطه مرگ و قیام تو روی عزیزانم اعلام میکنم که امروز از هر طریق قلب خودشون رو بسپرن، زانوهاشون خمشه، زبانشون رو اعلام کنه که تو فقط خدا هستی در میان تمامی خدایان که مکتب ها اعلام میکنن، تو خدا هستی و همینجور کلیسای تو خداوند. ای خداوند دهانتون باز شه در نام عیسی مسیح، اونجایی که درده، اونجایی که غمه، اونجایی که احساسی که خود کمبینیه، اون دردهای ناخوشایند، عیسی مسیح میگه اعلام کن، اعلام کن، بذار ثمره لبهای تو مثل بخوری خوشبو به حضور خدا برسه. همین الان در این لحظه با ایمان اعلام کن، ای خداوند، ای قوت ما، تو رو محبت میکنیم، این لحظه دلمون بر تو توکل داره. ای خداوند صداها رو بشنو، اعلاناتی که میکنم بشنو و خلق کن. ای خالق زیبایی ها، ای خالق شفاها، آزادی ها، خلق کن در زندگی عزیزانم، چون تو به ما زبان دادی تا اعلام کنیم. هر جایی که رنجه آرامی رو اعلام میکنم، هر جایی که بیماریه شفا رو اعلام میکنم، هر جایی که خم شدگیه ای خداوند در تو رستاخیز رو اعلام میکنم، هر جایی که بیتفاوتیه اشتیاق و تشنگی اعلام میکنم، به واسطه قهرمان نجات ما، سرچشمه حیات ما، کلیسای خداوند باید حکومت کنه، باید سلطنت کنه، چون او فقط مستحق حرمت و جلال و اکرامه. و کلیسای مجیدش بگه
آمین.